ده صبح در تهران. من محمد غلام ابوالفضل همراه با شما هستم با این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. واکنش‌ها به سخنرانی حسن نصرالله. نتانیاهو هشدار داده هر اشتباه حزب الله بهای سنگینی برایش دارد. بلینکن میگوید حزب الله نباید از جنگ اسرائیل و حماس سوء استفاده کند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر تداوم حملات تا زمان آزادی همه گروگان‌ها. ارتش اسرائیل میگوید حماس از آمبولانس برای جابجایی سلاح و نیرو استفاده می‌کند. ادعای امیر عبداللهیان درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، آنها از ایران دستور نمی‌گیرند بلکه بر اساس امنیت منطقه تصمیم می‌گیرند. و درخواست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی برای انحلال گشت ارشاد. سازمان ملل میگوید ایران باید برای حفاظت از زنان در برابر خشونت قانون وضع کند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان مدعی شده واشنگتن پیام داده اگر عملیات حزب الله ادامه پیدا کند آمریکا ایران را بمباران می‌کند. در سوی دیگر آنتونی بلینکن به حزب الله لبنان هشدار داده جنگ دیگری را در منطقه باز نکنید. سلام بر شما مخاطبان تلویزیون ایران اینترنشنال. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در اولین سخنرانی خود پس از حمله حماس به اسرائیل از این حمله دفاع کرده و مدعی شده آمریکا به آنها گفته اگر عملیات حزب الله ادامه پیدا کند آمریکا ایران را بمباران می‌کند. حسن نصرالله گفته جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا امروز نیروهای مقاومت را حمایت می‌کند اما به جای مقاومت تصمیم نمی‌گیرد. فوصل الامر نحن وصلتنا رسائل قال إذا بتكملوا عمليات بالجنوب أمريكا مش بس بدها تقصفكم بلبنان بدها تقصف إيران كمان. ما پیام‌هایی دریافت کرده‌ایم که اگر به عملیات در جنوب ادامه دهید آمریکا نه تنها می‌خواهد شما را در لبنان بمباران کند بلکه می‌خواهد ایران را هم بمباران کند. تصورش را بکنید. تهدید و ارعاب ما و رزمندگان مقاومت در منطقه هیچ فایده‌ای ندارد. ناوگان شما در دریای مدیترانه در هیچ زمانی ما را نترسانده و نمی‌ترساند. من با کمال صداقت و صراحت به شما میگویم که ما برای همان ناوگان هایی که با آنها تهدید میکنید هم آماده هستیم. شکست های خود را در لبنان و عراق و افغانستان به یاد آورید. خروج تحقیرآمیز خود از افغانستان را به خاطر بسپارید. ای آمریکایی ها، کسانی که در اوایل دهه 80 شما را در لبنان شکست دادند، هنوز زنده اند و امروز فرزندان و نوه هایشان نیز با آنها هستند. ساعتی پیش از سخنرانی حسن نصرالله دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در حال تشویق نیروهای نیابتی برای اقدام علیه اسرائیل است تا تمرکز ارتش این کشور را از جنگ در غزه منحرف کند. ایران ممشیخه لفتس پیلوت خطرانیت شلیلیت. ایران به فعالیت‌های خرابکارانه منفی خود ادامه داده و نیابتی‌هایش را تشویق می‌کند تا با آدرس خود علیه ما اقدام کنند. برای آنها سلاح‌های ایرانی ارسال می‌کند. دقیقاً به همان روشی که در اوکراین یا در یمن و عراق علیه نیروهای آمریکایی عمل می‌کنند، به همان شیوه علیه دولت اسرائیل اقدام کرده و می‌کوشد تمرکز ما را از جنگ در غزه منحرف کند. اما ما همچنان بر پیشرفت در غزه، برچیدن حماس و تلاش برای بازگرداندن گروگان‌ها متمرکز هستیم. ما می‌دانیم که چگونه در هر جبهه و در صورت لزوم به هر تهدیدی پاسخ دهیم. همراه هستیم با مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از دبی. آقای الفک خوش آمدید. چقدر دولت فعلی آمریکا رو دولتی می‌بینید که اگر واقعا حزب الله جبهه جدیدی باز کنه با ایران وارد درگیری گسترده بشه؟ سلام خدمت شما و صبح بخیر و خدمت بینندگان گرامی. دولت ایالات متحده آمریکا از آغاز این جنگ با تمام توان خودش اعلام کرده که در کنار اسرائیل قرار داده. به حرکت در آوردن ناوگان‌های آمریکا و همچنین سفر چندین بار وزیر امور خارجه آمریکا و کمک مالی گسترده‌ای که قرار ایالات متحده آمریکا به اسرائیل تقدیم بکنه، همه اینها نشان از حمایت حقیقی واشنگتن از تل عبیب داره و گمان نکنم در این جنگ در صورتی که اقدام گروه های که به اصطلاح محور مقاومت نامیده میشه از یک خطوط قرمز عبور بکنه ایالات متحده آمریکا
بخواد دست روی دست تماشاگر باشه و حتما اقدام خواهد کرد. و این نیروها دقیقا آقای حسن نصرالله توی سخنان خودش سعی کرد که این نیروها رو نیروهای معرفی بکنه که خودشون تصمیم میگیرن و نه جمهوری اسلامی. ولی خب از دید غربی ها و از دید ایالات متحده آمریکا هر اقدامی که این نیروها انجام بدن در حقیقت به حساب جمهوری اسلامی ایران گذاشته خواهد شد. و این همان حرفی است که خود آقای نصرالله در طی سخنانش به اون تاکید کرد هنگام که گفت به ما پیام دادن که اگر به اقدامات خود ادامه بدیم جمهوری ایران را بمباران خواهند کرد. در نتیجه به نظر من ایالات متحده در رابطه با مسئله اسرائیل در این زمینه کاملا جدی هست و با تمام قدرتش دخالت خواهد کرد. آقای حرفک، حزب الله رو چطور؟ آقای نصرالله اشاره کرد کسانی که یعنی تهدید کرد آمریکا رو که کسانی که در دهه 80 با تو می‌جنگیدن الان هنوز زندن و نوه‌ها و فرزندانشون هم هستن و با تو خواهند جنگید. آیا واقعا حزب الله رو با توجه به صحبت‌های حسن نصرالله و اتفاقاتی که در این مدت افتاده حزب الله می‌بینید که وارد یک جنگ و درگیری جدی با اسرائیل و آمریکا بشه؟ ببین، من دیشب تمام سخنان ایشون رو دقیقا دنبال کردم به عربی و جمله جمله دنبال یک موضعی بودم که شاید مثلا تصمیم گرفته که چینش درگیری با اسرائیل رو تغییر بده. در طول سخنان ایشون هیچ اشاره‌ای به این که حزب الله وارد یک درگیری بر اساس باز کردن یک جبهه وسیع باشه لمس نکردم. ایشون از اول برای اینکه در این جنگ حتی شاید توجیه بکنه عدم دخالت مستقیم رو گفت که جنگ غزه جنگی است که توسط حماس تصمیم اون گرفته شده، اداره شده و ادامه داره پیدا میکنه و این بزرگترین نشانه اون هست که حزب الله قصد درگیری نداره. اما نیروهای متحد با جمهوری اسلامی در منطقه در حقیقت تمام توان خودشون رو به سوی درگیری با ایالات متحده آمریکا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه متوجه کردن. شاید این راه فراری برای عدم درگیری مستقیم با اسرائیل باشه و با چند پرتاب چند موشک به این پایگاه و اون پایگاه در حقیقت از لحاظ روانی اعلام بکنند که در کنار حماس هستند و در حال جنگ با اسرائیل. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه. در 28مین روز جنگ اسرائیل و حماس تعداد کشته شدگان در هر دو سوی درگیری رو به افزایش است. وزارت بهداشت غزه در منطقه تحت کنترل حماس روز گذشته اعلام کرده از آغاز جنگ اسرائیل و حماس تا کنون تعداد قربانیان فلسطینی در نوار غزه به 9061 نفر رسیده. مقامات اسرائیل هم از کشته شدن دست کم 1420 نفر و گروگان گرفته شدن 240 نفر در پی حمله حماس به این کشور و جنگ اخیر بین دو طرف خبر دادند. به گزارش اسرائیل تعدادی از افراد کشته شده و همچنین شماری از گروگانهای در دست حماس اتباع خارجی هستند و یا تابعیتی دوگانه دارند. نخست وزیر اسرائیل میگوید نیروهای این کشور با تمام توان در حال پیشروی در غزه هستند. نتانیاهو همچنین پیشنهاد آتش بس موقت در نوار غزه را رد کرده و گفته تا زمانی که حماس همه گروگانها را آزاد نکند اسرائیل به حملات ویرانگر خود ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل میگوید آمبولانسی را هدف قرار داده که بر اساس ارزیابی نیروهای میدانیش از سوی حماس استفاده میشده. اسرائیل میگوید اطلاعاتی در دست دارد که نشان میدهد حماس از آمبولانس برای انتقال جنگجویان و تسلیحات استفاده میکند. پیش از آن وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که اسرائیل کاروان آمبولانس هایی که از بیمارستان شفا در شهر خارج میشده را هدف قرار دادند. اما به گزارش آکسیوس وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با همتای اسرائیلی خود گفته توافق بر سر وقفه انسان دوستانه حمله به غزه فشارها بر آمریکا را کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش آنتونی بلینکن گفته این کار به اسرائیل کمک می‌کند برای عملیات زمینی به غزه زمان بیشتری بخرد. نخست وزیر اسرائیل اما با وقفه در جنگ مخالفت کرده و گفته تا همه گروگان‌ها آزاد نشوند حملات ادامه خواهند داشت.
همراه شدیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل خوش آمدید و نظرتون رو بگید در مورد پیشنهاد آقای بلینکن و رد کردن آقای نتانیاهو و پافشاریش بر روی ادامه حملات. با درود به شما و بینندگان عزیز، به نظر میرسه که اسرائیل سعی داره قضیه گروگانها رو از حالت اهرم فشار حماس که در مقابل اون آزادی تمام زندانیان حماس رو فلسطینی رو در واقع مطالبه کرده، از این حالت خارج بکنه و اون رو تبدیل بکنه به یک اهرم قدرت برای اسرائیل. یعنی توقف کوتاه مدت جنگ، حتی از واژه آتش بس هم استفاده نمیشه، توقف کوتاه مدت جنگ در برابر آزادی تمام گروگان ها. و این حالت قبلی رو تغییر میده و به حماس این پیام رو میفرسته که در واقع نبایستی انتظار آزادی زندانیان فلسطینی رو داشته باشه و صرفا در این حالت هستش که قضیه میتونه یک توقف بشردوستانه صورت بگیره. از طرف دیگه این نشون میده که دیپلماسی آقای بلینکن هم برای اینکه یک چنین حالتی رو ایجاد بکنه دست کم تا حالا موفق نبوده. آقای بلینکن سعی کرد که این قضیه رو جا بندازه که اگر این توقف کوتاه مدت صورت بگیره، اسرائیل فرصت بهتری خواهد داشت که عملیات زمینی خودش رو به اصطلاح اداره بکنه و پیش ببره. اما این استدلال هم برای آقای نتانیاهو جا نیفتاده. حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه همه این قضایا داره جنگ رو به یک حالتی تبدیل میکنه که پیشرفت نداره، تعداد کشته شدگان روزانه داره بالا میره بدون اینکه دستاورد استراتژیک داشته باشه، این میتونه یک بنبست ایجاد بکنه، میتونه موجب تنش شدیدتر بشه. آیه روشندل، اینکه اسرائیل یک آمبولانس رو مثلا یک کاروان آمبولانس رو میزنه یا حملاتش به غیر نظامیان، در حملاتش غیر نظامیان زیادی کشته میشن، برخی معتقدن که ارتش اسرائیل این قابلیت و امکانات تکنولوژیک رو داره که انقدر غیر نظامیان درش آسیب نبینن، ولی به عمد داره این اتفاق میفته. نظر شما چیست؟ چرا باید دنبال این چیزی باشه اسرائیل؟ و آیا این پافشاری و همین گرهی که شما میگید نشانه‌ای برای این نیستش که عمدن داره این اتفاق میفته؟ بله، این اتهام رو به اسرائیل میزنن و اسرائیل تا به حال پاسخ مشخصی قانع کننده‌ای در واقع نداده. مقاماتی که یا افرادی که سخنگویان دولت اسرائیل هستن معتقد هستن که در داخل اون آمبولانس به اسم زخمی و به اسم کودک زخمی مواد منفجره جا به جا می شده. حرفایی که شنوندگان خاصی رو متقاعد می کنه ولی همه رو متقاعد نمی کنه. و با توجه به این عدم تناسبی که در تلفات جنگی ما می بینیم، خود اسرائیل صحبت از 1400 کشته می کنه به اضافه 240 گروگان، در حالی که مقامات غزه معتقدند که بالای 9000 نفر تا حالا کشته شده. این یک عدم تناسبی هستش که نوع رفتارهای اسرائیل میتونه باعث این عدم تناسب باشه. سازمان ملل در این مورد تو به اصطلاح فشار آورده، آمریکا در این مورد فشار آورده، مقامات اروپایی فشار آوردن و از طرف دیگه ادامه این قضیه داره مسائل جدیدی رو در سطح جهانی مطرح میکنه که مشخصا امنیت جهانی و امنیت بعضی از کشورها رو به خطر میاندازن. مسئله یهودی ستیزی در رأس این قضیه است. یعنی خود اسرائیل از این قضیه متضرر خواهد شد. در مقابل اون اسلام حراسی است، تهدیدات کوچک و بزرگی که در فرانسه، در آمریکا شما میبینید در رأس چنین، یعنی ناشی از این سیاست است. ولی بیشتر از همه من فکر میکنم این کوشش اسرائیل است برای اینکه میخواد به نوعی از این بنبست خارج بشه، ولی تا به حال هم موفقیتی نداشته. ممنون از شما جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با نتانیاهو در تل آویو گفته آمریکا به حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. او همچنین به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از جمله حزب الله لبنان هشدار داده جبهه دوم یا سومی در منطقه باز نکند. ما به شدت از این اصل حمایت می‌کنیم که اسرائیل نه تنها حق بلکه وظیفه دفاع از خودش رو داره و باید هر کاری انجام بده تا مطمئن بشه 7 اکتبر دیگه تکرار نشه. و در این حال نحوه انجام این کار برای اسرائیل مهمه و خیلی مهمه که وقتی بحث حفاظت از غیر نظامیانیه که در آتش حماس گرفتار شدن، هر کاری که لازمه برای حفاظت از اونها و کمک بهشون انجام بدیم. کسانی که به شدت نیازمندن و هیچ مسئولیتی در آنچه در 7 اکتبر اتفاق افتاد نداشتن. پس ما در تمام این موارد با هم همکاری میکنیم. ما مصمم هستیم این عزم در ما تضعیف نشه. ما همچنین همواره یادمان با گروگان هاست. تمام گروگان های اسرائیلی، آمریکایی و شهروندان سایر کشورها. و ما مصمم هستیم هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا آنها را سالم بازگردانیم تا بتوانند با خانواده و عزیزانشون دوباره ملاقات کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با همتای بریتانیایی خود گفته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که او گروه‌های مقاومت خوانده از ایران دستور نمی‌گیرند. امیر عبداللهیان مدعی شده جبهه نظامیان منطقه بر اساس ملاحظات و شرایط و نیز در راستای امنیت ملی کشورشان و امنیت منطقه تصمیم‌گیری می‌کنند. در هفته‌های اخیر جبهه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها به منافع آمریکا در منطقه حمله کردند. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ماست. شاهد، مواضعی که گروه‌های حالا نیابتی جمهوری اسلامی گرفتند در این مدت چقدر بر روی روابط خود این گروه‌ها با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و چقدر بر روی کسانی که طرفداری می‌کنند از وجود این گروه‌ها در داخل ایران؟ محمد، به نظر میرسه که جنگ اخیر اسرائیل با حماس عملاً موقعیتی بحرانی برای جمهوری اسلامی درست کرده. واقعی بحرانی به این معنا که این گروه ها در سالهای اخیر گروه های متعددی که درگیر بودند در تأمین منافع جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، مثل لبنان، در واقع فلسطین یا نوار غزه و البته مثل جای مثل جمهوری آذربایجان، تلاشی که برای افغانستان از خیلی دوره قدیمتر در زمان جنگ علیه کمونیست‌ها و روسیه در زمان اشغال افغانستان داشت، در بعد از در واقع فروپاشی شوروی تلاشی که برای نفوذ در قفقاز کرد، یعنی این سیاست‌ها تاریخ طولانی داره. میشه گفت یکی از نقطه عطفای مهمش همین مسئله جنگ اخیر هست، چون به نظر میسه این گروه ها که براشون هزینه شده در حدی که مثلا کسی مثل در واقع شیخ کرم الکعبی رئیس جنبش نجبا میگه تأسیس ما اصلا کار قاسم سلیمانی بوده. جنهای دیگری عملا از آن بین میکنن که تمام هزینه هاشون از خورد و خوراکشون، تأمینشون، مسکنشون، بهداشت و درمانشون، سلاحشون، عیاب ذهابشون از طریق ایران تأمین میشه. انتظار داشتن که در مواقع بحرانی جمهوری اسلامی از ابزارهای دیگرش هم مثل نفوذ سیاسی و نظامی استفاده کنه برای اینکه پشتشون رو خالی نکنه، وقتی که عملا این نیروها نیروهای نیابتی معنای بازیچه دست جمهوری اسلامی ایران هستن. طبیعتا نیرویی که جمهوری اسلامی درست کرده، براش هزینه پرداخت کرده، بزرگش کرده، تأمینش کرده، هزینه ارتباط با این نیرو رو پرداخت کرده، فارغ از این که چقدر اون نیرو یک نیروی مزدور شناخته میشه و متناسب با پولی که دریافت میکنه وظیفش رو در قبال ایران جمهوری اسلامی انجام میده، انتظار داره جایی هم به خاطر اینکه نیروها نیروهای ایدئولوژیکی هم هستن، صرفا مزدور در معنای اینکه پول میگیرن آدم بکشن نیستن، اینا باورهای سیاسی و اعتقادی هم در پیوند با مسئله در واقع اسلام و البته مذهب شیعه در ایران دارن. وقتی میبینن بدنشون که خیلی بیشتر، بله طبیعتاً جدا از رهبری که حالا من خودش دنبال میکنه، وقتی جمهوری اسلامی در چنین مقطعی اینا رو جا میذاره، مثلا تنهاشون میگذاره که ما دیدیم در صحبت های برخی از رهبران حماس در بعد از اینکه براشون مشخص شد که حزب الله حاضر به گشودن جبهه جنگ واقعی نیست و گروه های نیابتی دیگر هم درگیر نمیشن معنای واقعی، صرفا یک سری ادعا و حرف هست، عملاً درشون تردید درست شده. یعنی وقتی یک نیروی باوری سیاسی داره، باوری عقیدی در مورد یک عملیات داره برای یک نیروی خارجی، فکر میکنه دارن با هم یک هدف مشترک رو تعقیب میکنن.
زمانی که در لحظه بحرانی اون در واقع نیروی مادر پشت فرزندش رو خالی میکنه، این اعتماد از بین میره. جمهوری اسلامی هر چقدر هم هزینه کرده باشه و باز هم بکنه، این دور از انتظار نخواهد بود که بعد از این پایان جنگ اسرائیل و حماس، بعد از پایان این جنگ با هر نتیجه که پایین پیدا بکنه، نیروهای نیابتیش ازش فاصله میگیرن، چون حساب میکنن با کسی پیوند بسته بودن، روی در واقع شرایطی حساب کرده بودن که در موقع نیاز غایبه. اما در مورد صحبت‌های امیر عبداللهیان فکر می‌کنی که چقدر طرف‌های خارجی جدی می‌گیرن حرفای او رو؟ طبیعتاً جدی نخواهند گرفت. در واقع من اشاره کردم به موقعیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران. ما می‌دونیم در سیاست جهانی این چیز عجیبی نیست که کشورها روی نیروهای سرمایه‌گذاری می‌کنن کم و زیاد متناسب با در واقع وجه دموکراتیک اون کشور در داخل و امکاناتی که در سیاست خارجی داره، تلاش می‌کنن نفوذ بگذارن. در مورد جمهوری اسلامی ایران وقتی عبداللهیان میگه این نیروها نیروی مقاومت نیروی ما نیستن، یعنی سپاه قدس، معنی نداره، یعنی هیچ، یعنی این صرفاً با نگاه به همین گزاره، اگر این نیروها نیروی جمهوری اسلامی نیستن، سپاه قدس چه کار است؟ قاسم سلیمانی شغلش چی بود؟ حضور نیروهای سپاه قدس در جریان سرکوب خونین مردم سوریه که دست کم 500 هزار کشته به جای گذاشت، خبر از نیروهایی میده که با اراده جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، همین جنبش نجوا که بهش اشاره شد، در حزب الله لبنان به طور گسترده، اون بخش در واقع شیعی جنبش جهاد اسلامی که سال 2014 تموم شد، جدا شد از جهاد اسلامی و 2019 دوباره عملا از بین رفت، حماس جمعش کرد، جنبش صابرین، همه اینها حضورشون در سوریه، دست اندازی هایی که در عراق میکنن، هشت شعبی، نیروهای گروه مختلفش که خیلی هم زیادن، و حزب الله کاری که در لبنان میکنه، همه اینها خبر از این میده که در واقع نیروهایی هستن که در پیوند با منافع مشخص مالی، سیاسی و البته پیوند ایدئولوژیک در خدمت ایرانن. سپاه قدس اساساً کار جز این نداره. به این ترتیب این حرفا رو به گمان من در ادامه همون تبلیغاتی میبینن که جمهوری اسلامی با هدف حالا بازی دیپلماتیک از یک طرف در خارج و در داخل به یک معنا به قانع کردن یا نشون دادن شیوه ای از بازی برای هوادارانش اجرا میکنه. اما در عمل وقتی فشار به ایران زیاد میشه، جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه، هم به حزب الله اجازه دخالت نمیده، هم به نیروهایش که در عراق داره اجازه حمله نمیده، هر جایی هم که اشاره ای کرده دستشون رو باز گذاشته برای حمله به منافع آمریکایی ها، وقتی آمریکایی ها جدی برخورد کردن، همه سلاح غلاف شده. در واقع اونها به معنای دقیق کلمه نیروهای مزدوری هستن که با اراده جمهوری اسلامی در شطرنج بازی منطقه‌ای حضور دارن. ممنونم از تو شاهد علوی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته طی سخنانی در اجلاس سران سازمان کشورهای ترک بار دیگر جنگ جاری در غزه را جنایات علیه بشریت خوانده. دهمین اجلاس سران سازمان کشورهای ترک روز گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. اردوغان در این نشست گفته جهان ترک با اتحاد و همبستگی راه را ابتدا برای آتش بس و سپس صلح دائمی تسهیل خواهد کرد. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا به ما پیوسته. فرزیا، اردوغان بعد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل برای اولین بار به خارج از کشورش سفر کرده. برای ما از صحبت‌های اون در نشست سازمان کشورهای ترک بیشتر بگو. خب درست همونطور که گفتی، اردوغان طی این مدت در داخل کشور صحبت‌های تندی رو داشت، مخصوصا بعد از بمباران بیمارستان الاهلی غزه. البته برخی از کارشناسان داخلی بر این باور هستند که صحبت‌های او در داخل کشور مصرف داخلی داره و او برای اولین بار هستش که در خارج از کشور هستش در این مدت، در کنار اینکه خب موضوع حمله‌ای که آذربایجان در منطقه قره‌باغ داشت و عملیاتی که در منطقه قره‌باغ محور اصلی مسائل کشورهای ترک هستش، اما به مسئله غزه و جنگ جاری در اونجا هم پرداخته شد و اردوغان در صحبت‌های خودش به این مسئله اشاره کردش که هیچ بهانه و توجیهی برای وحشیگری که اتفاق میفته وجود نداره. در کنار اینکه او به این مسئله اشاره کردش که 28 روز هستش که در اونجا جنایت علیه بشریت داره صورت میگیره، اردوغان در روزهای گذشته لفظایی مثل قتل عام و نسل‌کشی رو استفاده کرده و در یک نهاد بین المللی ترجیح دادش که از موضوع
جنایت علیه بشریت استفاده بکنه. در کنار این، اردوغان در این نشست به مسئله کنفرانس بین المللی صلح بار دیگه اشاره کردش و مدتی هستش که تاکید میکنه که باید یک کنفرانس بین المللی با حضور بازیگران بین المللی و منطقه‌ای وجود داشته باشه. برای این مسئله هم در صحبت‌های خودش تاکید کرد و اشاره کرد به این مسئله که ترکیه 10 فروند هواپیمای کمک‌های بشردوستانه رو برای ارسال به غزه به مصر ارسال کرده و آماده استش که کمک‌های بیشتری رو هم ارسال بکنه. در کنار این، در صحبت‌های اردوغان به این مسئله اشاره شدش که سازمان کشورهای ترک قادر هستش که فعالیت‌هایی رو انجام بده که برای آتش بس و صلح دائمی راه رو هموار بکنه و تسهیلگر این اتفاق باشه. بالاخره روز گذشته یک نشست بین المللی، نشست بین سازمان کشورهای ترک برگزار شدش که سران کشورها برای 10th time در این نشست شرکت داشتن و رهبران قرقیزستان، آذربایجان و ازبکستان در کنار ترکیه از کشورهایی بودن که حضور دارن و به عنوان کشورهایی که در منطقه قفقاز وجود دارن میتونن تاثیرگذار باشن در آینده‌ای که ترکیه انتظار داره برای منطقه رقم بخوره. ممنونم از تو فرزیا ثابتی. اما در یک خبر فوری، یک گروه شبه نظامی در پاکستان به پایگاه هوایی این کشور در شهر میانوالی پنجاب حمله کرده. ارتش پاکستان با تایید این حمله اعلام کرده در نتیجه این حمله 3 هواپیما آسیب دیده. درگیری میان ارتش و افراد مسلح هنوز ادامه دارد. تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. اما چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 شمال غربی نپال را در نیمه شب جمعه به لرزه درآورده. بنابر اعلام مقامات نپال، تاکنون دست کم 128 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مقامات نپال گفتند ارتباط با بسیاری از مناطق کوهستانی قطع شده و انتظار می‌رود شمار تلفات افزایش پیدا کند. به گزارش رسانه‌های ایران، در چهار روز گذشته بیش از 15,000 نفر از شهروندان افغانستانی از طریق مرز دوقارون در تایباد از ایران اخراج شدند. طرح اخراج شهروندان افغانستانی که حکومت ایران آنها را اتباع غیر مجاز می‌خواند از اوایل ماه جاری در ایران شدت گرفته. وزیر کشور ایران هم خواستار تشدید برخورد قضایی با به گفته او اتباع غیر مجاز افغانستانی شد. اما روسیه اعلام کرده دسترسی کاربران روسی به 167 ارائه دهنده خدمات VPN و 200 مجموعه بین‌المللی خدمات دهنده ایمیل را مسدود کرده. رئیس سازمان فیلترینگ روسیه علت مسدودسازی‌ها را عدم تبعیت این مجموعه‌ها از قوانین داخلی این کشور عنوان کرده. روسیه در چند ماه اخیر ویدیوهای تبلیغاتی متعددی را در مذمت استفاده از VPN‌ها منتشر کرده. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انحلال گشت ارشاد شده. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در جریان بررسی گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران گفته حکومت باید قوانینی وضع کند که از زنان و دختران در برابر هر گونه خشونتی محافظت کند. این کمیته همچنین تاکید کرده ایران باید قوانین و سیاست‌هایی را که تن ندادن به حجاب اجباری را جرم انگاری می‌کند اصلاح یا لغو کرده و گشت ارشاد را نیز منحل کند. در همین ارتباط همراه هستیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. خانم کنعانی خوش آمدید. خانم کنعانی، بحثی که حالا سازمان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده، آیا فکر می‌کنید که چقدر تأثیر می‌تونه داشته باشه واقعا بر عملکرد جمهوری اسلامی؟ درود بر شما. ببینید، بذارید خیلی بیرو در وایسی بحث رو شروع کنیم. تمام این بیانیه‌ای که اینها صادر کردن اصلا توهین به ملت ایران هست. یک سال و اندیه که مردم در خیابون‌ها، حالا من فقط به همین انقلاب زن زندگی آزادی اشاره می‌کنم، به این ایزش‌های اخیر دیگه اشاره نکنم، هم می‌بینید که مردم در خیابون‌ها چه در داخل و چه در خارج از ایران فریاد گذر از جمهوری اسلامی می‌زنن و بعد کمیته حقوق بشر سازمان ملل میاد و یک بیانیه میده و از جمهوری اسلامی که دشمن اصلی و قاتل اصلی مردم ایرانه
میکشه، پدر مادرها رو زندانی میکنه، خانواده ها رو تحت فشار میذاره. همین الان که داریم صحبت میکنیم مراجعه کردن به اخبار، خودتون دیدم که با ماشاءالله کرمی چه کار کردن در زندان و خانوادهش رو هم فراری دادن. از یک چنین حکومتی با یک چنین درجه ای از تربیت درخواست میکنه که خب گشت ارشاد رو منحل کنه. جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد بعد از قتل مهسا انحلال به قول معروف گشت ارشاد بود، با یک نام دیگه دوباره آورد اینو گذاشت در خیابان‌ها و بعد دیدیم که آرمیتا گروونت هم کشته شد و بی نهایت کسان دیگه که توی این مدت دچار مشکل شدن. بذارید یک چیزی رو خیلی روک و رو راست بگم، سازمان بشر مشکل، سازمان حقوق بشر یا نمیدونم خود سازمان ملل هست مشکل ما رو حل نمیکنه جناب. مشکل ما از طریق یک سازمان فرمایشی حل نمیشه. این سازمان سال هاست که حتی عملکردش رو هم از دست داده. مثال معروفش رو واقعا ما تعجب میکنیم چجوری هنوز انتظار داریم از اینها به قول معروف خیلی برای مردم دنیای برای صلح در بیاد. مگر فراموش کردید که در نسل‌کشی توتسی و هوتو در رواندا در سال 1994 کلاه آبی ها یا حافظان صلح سازمان ملل در منطقه حضور داشتن و همچنان سیاه‌ترین جنایت و از کشی تاریخ در اونجا اتفاق افتاد. من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما با پدیده سازمان ملل دیگه بایستی مثل یک پدیده فرمایشی برخورد کنیم و فکر نکنیم که واقعیتش از این سازمان در واقع یک اتفاق خارق العاده میفته. بله میتونه در صورتی که اثباتی صورت بگیره، اینکه یک قضیه حقوق بشری در شرایط خاصی در واقع قرار گرفته، یک از طریق شورای امنیت یک اتفاقاتی بیفته، اما اونجا هم سازوکار لابی های جمهوری اسلامی بسیار قوی عمل میکنه. بذارید به مثال معروف خاصه این مدت اپوزیسیون و به خصوص حداقل مردم به قول معروف خارج از مرزهای ایران اشاره کنیم که قرار دادن سپاه در لیست تروریستی بود. حتی همین هم اینقدر این لابی ها قوی عمل کردن که وقتی این همه لابیگری انجام شد توسط مردم ما، این همه اعتراضات انجام شد، این همه در واقع بحث و بررسی و همایش انجام شد، اما هنوز میبینیم اونطور که باید و شاید موفق نشدیم. نه اینکه اروپا یا مثلا کشورهای دموکرات نمیدونن که حرف ما درسته یا اینکه واقعا سپاه داره چیکار میکنه، بلکه این کار حقوقی برای اینکه بتونیم سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنیم سازوکارش تعبیه نشده. یعنی لابی ها دارن بسیار قوی تر عمل میکنن. دقیقا همین اتفاقی که داره در سازمان ملل میفته. تمام این پول نفت و این تجربه 45 ساله جمهوری اسلامی اینجاها داره به دادش میرسه و اینجاها داره در واقع مردم رو مغلوب میکنه. بنابراین چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر ما میخوایم یک رفتار عملی علیه این حکومت داشته باشیم، فراموش نکنید که بهتره که به واحدهای سیاسی کشورهای دموکرات مراجعه کنیم به جای اینکه به یک سازمان نمایشی مثل سازمان حقوق بشر یا حالا نمیدونم کمیته حقوق بشر در سازمان ملل مراجعه کنیم. چون از اینها یا در نهایت ببینید قبول کنیم یا نه، شوربختانه جمهوری اسلامی حکومت قانونی ایران هست فعلا و هنوز که اتفاقی نیفتاده و بنابراین اینها مجبورن همین بهش عضویت بدن. همین وقتایی میبینید مثل همین الان میشه رئیس یک مجمع سازمان ملل مثلا مثل حقوق بشر. خب در چنین شرایطی ما یه مقدار تعارض و تناقض داریم و نمیتونیم جایی که قراره بهش در واقع دادخواهیمون رو ارائه بدیم بعد میبینیم خود نماینده جمهوری اسلامی. ممنونم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی. اما چند خبر کوتاه از ایران. حکم اعدام ابراهیم نارویی و سه زندانی دیگر که نامی از آنها برده نشده با محکومیت‌های مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه در ایران اجرا شد. در 6 ماه گذشته دست کم 108 زندانی بلوچ در ایران اعدام شدند که بخش بزرگی از آمار اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود اعلام کرده در 7 ماه نخست سال جاری دست کم 419 نفر در سراسر ایران اعدام شدند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داده 70 روز پس از دستگیری ماشاءالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده، هنوز دلیل بازداشت او اعلام نشده. بنابر این گزارش همسر و پسر این خانواده در پی هجوم‌های چند باره ماموران امنیتی به منزل مسکونیشان ناچار خانه را ترک کرده و به مکان نامعلومی عزیمت کردند. 14 شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر مازندران به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. این شهروندان شهریور سال گذشته در قائم شهر مازندران به تام عضویت در تشکیلات بهایی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ساناز حکمت شعار و بیتا حقیقی از متهمان این پرونده هر یک به 3 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. 12 متهم دیگر این پرونده هم هر کدام به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
اما خبرگزاری هرانا میگوید تاکنون هویت 17 نفر از کسانی که در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شدند را شناسایی کرده. به گزارش هرانا این شهروندان در زندان‌های اوین و قرچک ورامین نگهداری می‌شوند. یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان گفته علی‌رغم تعیین وثیقه برای آزادی این شهروندان، مسئولین با آزادی آنها مخالفت کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از تنگ نظری و انتقاد ناپذیری حکومت انتقاد کرده و گفته مخالفان هم مردمند و صدایشان باید شنیده شود. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه زاهدان همچنین خواستار آزادی روزنامه نگاران و نویسندگان زندانی شد و آزادی و عدالت را از خواسته های مهم مردم ایران توصیف کرد. امام جمعه زاهدان از پلمب یک نمازخانه اهل سنت هم ابراز نارضایتی کرده و گفته افزایش دینگریزی مردم در ایران نتیجه عملکرد سیاستمداران است. شهروندان زاهدانی این هفته نیز پس از پایان نماز جمعه به درخواست مولوی عبدالحمید بدون سر دادن شعارهای ضد حکومتی و با سکوت از مصلی خارج شده و راهپیمایی کردند. روز جمعه و در آستانه سالگرد جمعه خونین خاش فضای شهر زاهدان امنیتی بود. نیروهای امنیتی با ایجاد پایگاه‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف مصلی اهل سنت و مسجد مکی شهروندان و نمازگزاران را بازرسی بدنی می‌کردند. 13 آبان سال گذشته و در جریان سرکوب معترضان در شهر خاش دست کم 18 نفر با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. تیم پژوهشی رصد بلوچستان که بر اخبار نقض حقوق بشر در بلوچستان متمرکز است، در تازه ترین گزارش خود آمار منتشر شده در مورد شمار کشته های جمعه خونین زاهدان خاش را اصلاح کرده. این تیم پژوهشی همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان در گزارشی تایید کرده که موفق شده 70 نفر از جانباختگان جمعه خونین زاهدان و 8 نفر از جانباختگان خاش را احراز هویت کند. این تیم پژوهشی در عین حال تاکید کرده این گزارش کماکان کامل نیست، چرا که جو به شدت امنیتی ادامه دار در استان مانع می شود شماری از خانواده ها در مورد قربانیان این جنایت اطلاع رسانی کند. بر اساس این گزارش این تیم تا کنون موفق نشده برخی اسامی موجود در گزارش هایی که پیشتر منتشر شده را احراز هویت کند. نویسندگان این گزارش تاکید کردند که در مواردی هم چند اسم متفاوت برای اشاره به یک جانباخته ذکر شده که کار بررسی و راستی آزمایی را دشوار کرده. در این گزارش همچنین تاریخ جانباختن و سن و اطلاعات برخی از جانباختگان اصلاح شده. اعتراضات فراگیر در شهرهای مختلف بلوچستان در گرماگرم اعتراضات زن زندگی آزادی در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی راست به یک دختر بلوچ هفته اول مهر ماه سال گذشته آغاز شد. 8 مهر ماه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به سوی معترضان بلوچ که مقابل یک پاسگاه پلیس شعار می‌دادند تیراندازی کردند. در جریان این سرکوب خونین بنابر اعلام فعالان و رسانه‌های محلی بیش از 100 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. جمهوری اسلامی آمار کشته‌های این حادثه را 35 نفر ذکر کرد. 13 آبان نیز با تیراندازی ماموران امنیتی در جریان سرکوب خونین تجمع مسالمت آمیز مردم خاش به گزارش رسانه‌های محلی 16 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در همین رابطه همراه هستیم با رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد. آقای حاجی حسینی حتما این گزارش رو نگاه کردید. این گزارش چه داده‌های جدیدی به ما داره از اون چیزی که قبلا داشتیم در مورد این دو تا اتفاق؟ تأکید میکنم که این اصلاح به معنی تغییر عدد کشته شدگان نیست. بر اساس آمارهایی که تا به حال وجود داشته در جمعه خونین زاهدان بالغ بر 100 نفر کشته شدند که این رو رسانه‌های حکومتی 35 تن گزارش کردند. در جمعه خونین خاش هم که امروز سالگرد تقویمی اون هست، یعنی 13 آبان، دست کم 18 نفر کشته شدند. مواردی که در این گزارش اصلاح شده سن برخی از کشته شدگان، مواردی وجود داره از اینکه نام‌های مشابه در این گزارش وجود داشته که خب تاکید کردند که کار راستی آزمایی رو دشوار میکنه. همینطور در این گزارش تاکید شده که به دلیل فشارهای امنیتی موجود
بسیاری از خانواده ها تمایل به اطلاع رسانی درباره آنچه بر عزیزانشون رفته ندارند. یک نکته مهم دیگر همین است که فارغ از شمار بالای کشته شدگان که کشتار زاهدان رو رقم زد، در واقع شمار بالایی هم مجروح وجود دارند، موارد متعددی از نابینا شدن افراد، موارد متعددی از قطع نخا گزارش شده که اینها همه نشون میده که در جایی که به نوعی به حاشیه تلقی شده و جز مناطقی هستش که به عنوان مناطق محروم شناخته میشن، چطور نوع کشتار، نوع سرکوب متفاوت میشه و نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی متاسفانه از این تعبیر میتونم استفاده بکنم که با خیال راحت آدم میکشند. وجه دیگر این آدم کشی با خیال راحت هم مسئول ماندن از مجازات. ما میدونیم که جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام میده بدون عقوبت ماندند و واکنش هایی که وجود داره بهش، واکنش های بین المللی، الان فقط تبدیل شده است به اینکه مجامع حقوق بشری، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، اینها اعلام وحشت میکنند یا اعلام شگفتی میکنند و خب چیزی فراتر از این نمیتونه اتفاق بیفته. عرضم رو در این بخش اینطور تمام بکنم که خود مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم عملا از دادخواهی در این مورد به نوعی ناامید شده. او در هفته های گذشته و پیوسته تأکید کرده بر اینکه عوامل و عوامر این کشتارها شناسایی و محاکمه بشند، اما در سخنرانی نماز جمعه چند هفته پیش ابراز کرد که قاضی هایی که هستند اینها آدم های خوبی هستند، اما قوه قضاییه مستقل نیست، اینها تحت فشارند و عملا نمیتونند شرایط رو فراهم بکنند که دادخواهی عادلانه اتفاق بیفته. آقای حاج حسینی، در یک دقیقه فرصت داریم میتونید توضیح بدید که جمهوری اسلامی شاید تصور کرد که خیلی با دست بازتر، همونطور که شما به نوعی تعبیر کردید، میتونه کشتار بکنه، سرکوب بکنه. آیا واقعا اون چیزی که انتظار داشت، فکر میکرد مثلا واکنشی که انتظار داشت از جامعه همون رخ داد یا نه متفاوت تر بود، واکنش ها بیشتر بود؟ اگر متمرکز بمونیم بر زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، خب میبینیم هر هفته اینترنت رو در روزهای جمعه قطع میکنند، یعنی دسترسی به اینترنت عملا محدود میشه. اما همین شبکه‌های اجتماعی، شهروند خبرنگاران، اینها شرایطی رو فراهم کردند که میزان اطلاع رسانی از مناطقی که تا پیش از این در اونها کشتار اتفاق میافتاد اما خبر اون شاید به این گستردگی منتشر نمیشد و همینطور رسانه‌ها شرایطی رو ایجاد کردند که این خبر به طور پیوسته مخابره بشه، روش کار بشه. همین الان وقتی که ما داریم به این گزارش رصد بلوچستان میپردازیم، خب این موضوع به هر حال در سطح رسانه ها مطرح میشه. این وضعیت شرایطی رو ایجاد کرد که فکر میکنم متفاوت بود با اونچه که حاکمیت گمان میداشت که احتمالاً میتونه در سکوت مردم جایی رو که تاکید میکنم اینها محروم مانده اند به دلیل سیاست های جمهوری اسلامی و در حاشیه قرار گرفتند، گمان میرفت که اینها رو میتونه بدون سر و صدا در واقع کشتار بکنه، ولی میبینیم که دست کم از لحاظ رسانه‌ای خبر اون تا چه ساعت به شکل گسترده منتشر شده. و البته مولوی عبدالحمید هم خب این اصرار و پافشاری که داره و دیگر در واقع علمای اهل سنت منطقه که تأکید دارند بر اینکه دادخواهی اتفاق بیفته در این مورد. ممنونم از شما رضا حاج‌حسینی. حالا تصاویری ببینیم از نیما نوری، نوجوانی که در اعتراضات سال گذشته در کرج با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. این تصاویر را یک معترض علاقمند به نیما ساخته و در اختیار ما قرار داده. از شما خداحافظی میکنم. ساعت 10 صبح به وقت ترام شما باز خواهم گشت با یک بخش زنده خبری دیگه.